نامردی های گوگوش از زبان فرزندش. دوستان عزیز، به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفا قبل از هر چیز روی کلمه یه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. نامردی های گوگوش از زبان فرزند خوندش پولاد کیمیایی. پولاد کیمیایی فرزند مسعود کیمیایی، یکی از کارگردانان مشهور سینما و تلویزیون هست که سالها پیش با خانم گوگوش ازدواج کرده. او پیشتر همسر سیمین، یکی از خوانندگان مشهور کشورمون بود. و حاصل ازدواج سیمین با مسعود کیمیایی، پولاد کیمیایی هست که در حال حاضر پولاد کیمیایی یکی از بازیگران مشهور سینما و تلویزیون کشورمون محسوب میشه. پولاد در خاطراتی که در گذشته از زندگی با گوگوش به عنوان مادر خوندش یا همسر پدرش داشته، در مورد خصوصیت اخلاقی گوگوش این چنین گفته: واقعیت ماجرا، بسیاری از طرفداران خانم گوگوش تمایل دارن که گوگوش رو از نزدیک ببینند و شاید خیلی ها برای دیدن گوگوش هزینه های هنگفتی پرداخت می کنند و سفرهای دور و درازی رو سر می کنند تا به کنسرت او برند تا از دور ببینند. یا الان در حال حاضر همسر فعلی او شاید هزاران دلار پول دریافت میکنه تا در پشت صحنه شما بتونی یه لحظه گوگوش رو ببینی و یه عکس یادگاری باهاش بگیری. اما جالبه بدونید که در واقع این خانم خوش سیما و خوش ظاهر در پشت صحنه در زندگی خصوصیش اصلا اخلاق خوبی نداره و در نهایت اصلا آدم دل سوز و دل رحمی نیست. او به فرزند خودش کامبیس هم رحم نکرد. یادم میاد من و کامبیس وقتی با هم دیگه توی امریکا بودیم، اون اصلا میلی به دیدن پسرش کامبیز نداشت و تو میتونست ازش دوری میکرد. من زمانی که در کانادا بودم و در اونجا مشغول تحصیل در یکی از دانشگاه‌ها بودم، برای هزینه های شهریم و تحصیلم نیاز به کمک مالی داشتم. گوگوش در اون زمان حدوداً چند میلیون دلار پول تو حسابش بود و کنسرت خودش رو برای اولین بار در کانادا و در آمریکا برگزار کرده بود. اون موقع هنوز زن پدرم بود و از پدرم در واقع جدا نشده بود. اون زمان قبل از اینکه گوگوش کنسرتی رو در کانادا برگزار بکنه، برای خودش یک ماشین داغون خریده بود. خب اون ماشین داغونش هم داده بود به من و دیگه بهش نیاز نداشت، چون از طریق همون کنسرتش در کانادا تونست به یک حساب میلیون دلاری دست پیدا بکنه و خب به هم داد اون ماشینشو که زیر دست من باشه. اون ماشین چمایی دست من بود و خلاصه یه روز رفتم خونه یه پدرم و گوگوش و از گوگوش کمک مالی خواستم. گفتم میشه یه پولی رو لطفا به من قرض بدی که شهریه دانشگاه رو پرداخت بکنم؟ برگشت به هم گفتش که من همچین پولی ندارم، در صورتی که من میدونستم که اون حداقل یک میلیون دلار پول تو حسابش داره. و در نهایت گوگوش با بیرحمی تمام به هم گفت: ببین پولات، من همچین پولی ندارم که بهت بیام یه 2-3 هزار دلار کمک کنم و از این حرفا، ولی تو باید اون ماشینی هم که بهت قرض دادم و بذاری توی پارکینگ و بری، من بهش نیاز دارم. من که گفتم شما که این ماشین رو سوار نمیشی، اصلا عددی دیگه حساب نمی کنی. گفت هرچی باشه مالمه، قدرشو میدونم، لطفا بذار توی گاراژ و برو. خلاصه گوگوش با بیرحمی تمام کاری کرد که من اگه دوتا با داشتم دوتا پا هم قرض بگیرم و با گریه از خونش برم بیرون. هیچ پولی هم تو جیبم نداشتم. درس و دانشگاه رو ول کردم، یه مدت کار کردم، دیدم نه نمیشه و خلاصه بعد سالها پاشدم اومدم ایران. اینجا هم که مادرم سیمین خدا بیامرز برام یه ویلای خیلی خوب توی شمال کشور گذاشته بود و به یه پول خیلی هنگفتی فروختمش و برای خودم دارم زندگی میکنم. اون زمان گوگوش و پدرم به مادرم خیانت کردند و در نهایت الان هم پدرم چوبشو میخوره، هم گوگوش از شوهر فعلیش. پدرم الان یه خونه براش اجاره کردم توی تهران که در واقع یه پرستار گرفتم و ماهی یه بارم میرم بهش سر میزنم و داره به سزای اعمالش میرسه. این گوگوش هم که هرچی کار میکنه همشو یه مرتیکه به نام رها اعتمادی که شوهر فعلیشه میکشه بالا و میخوره، پشت صحنه پدرش هم در میاره و خب چوب خدا صدا نداره.
این گوگوشی که خودتونو براش میکشین و خیریه را میندازه به اسم استعدادیابی و از این حرفا همش کشکه. اون حتی به پسر خودشم کمک نکرد. وقتی که با پدرم ازدواج کرده بود پدرم میگفت وقتی ما در تهران زندگی میکردیم یه روز کامبیز پسرش بعد از سالها پاشد اومد ایران پیشمون. به من میگفتش که به کامبیز رو نده بذار بره. من میگفتم بابا مگه پسرت نیست گوگوش؟ میگفت پسرمه ولی بهش هیچ حسی ندارم. دکش کن بره. اصلا نمیخوام دورو برم بپلکه. اون فقط برای من درد سره. نمیخوام ریختشو ببینم. هرچی که من و پدرم دلمون میخواست که با کامبیز باشیم و در واقع محبت هایی که مادرش بهش نمیکنه رو ما بهش بکنیم و یه جورای خوش ظاهری بکنیم. گوگوش می اومد پیش پسرش می خندید و پشت سرش نمیخواست سر به تن پسرش باشه. واقعا آدم بدتینتیه. همسایه‌مون هم یه روز توی تهران خیلی دلش میخواست گوگوشو ببینه. اما وقتی که من میگفتم تو بهتره نبینی میگفت نه لطفا بذار ببینمش. من از بچگی عاشق گوگوشم و تمام اتاقم پر شده از پوسترهای گوگوش. خلاصه یه روز بهش گفتم که گوگوش میره استخر فلانجا توی تهران و میتونی بری اونجا ببینیش. وقتی که رفت فردا روز دیدم که داره گریه میکنه و اومد سمتم بهم گفت پولاد جان تو راست میگفتی گوگوش دیدنی نیست. ای کاش هرگز گوگوش رو از نزدیک نمیدیدم. همچین سرم داد زد که من وحشت کردم و شوکه شدم. گفتم ای کاش هرگز گوگوش رو نمیدیدمش. تا اون ذهنیتی که راجبش داشتم تغییر نمی کرد. بعضی از آدم ها واقعا از دور قشنگن و گوگوش هم جز افرادیه که از دور قشنگه اما باطنه خیلی زشتی داره. گوگوش اصلا دوست داشتنی نیست. به خاطر همین اومدم خونه با گریه تمام عکساشو پاره کردم و تمام خاطراتی که با آهنگاش داشتم و از گوشه ذهنم حذف کردم و تمام کاستاشو شکستم و دیگه هیچ آهنگی از گوگوش رو گوش نمی کنم و نمی خوام صداشو بشنوم. واقعا متاسفم. بعضی از آدم ها پیش آدم های دیگه خوش ظاهرن و توی باطنشون واقعا آدم های ترسناک و وحشتناکی و گوگوش هم یکی از این آدم هاست. بله گوگوش هم از دور به قول پولاد قشنگ بوده. شاید گوگوشی که خیلی از طرفدارانش براش می میرن اون برای فقط یک نفر میمیره و اون شخص رها اعتمادیه. حتی به قول پولاد شاید گوگوش نمیخواد ریخت پسرش هم ببینه. بنابراین قطعا اون براش مهم نیستش که چقدر طرفدار داره، چقدر آدم ها دوستش دارن. شاید فقط هنرش براش مهم و جیبش و رها اعتمادی. آیا شما با حرفای پولاد کیمیایی موافق هستید؟ آیا به نظر شما واقعا گوگوش یک زن سنگدل هستش یا نه؟ دوستان عزیز لطفا نظراتتون رو در قسمت کامنت ها راجع به سنگدلی و بیرحمی گوگوش نسبت به فرزندش در قسمت کامنت ها بنویسید. آیا به نظر شما واقعا گوگوش باید به زندگی با رها اعتمادی ادامه بده و یا نه به آغوش پسرش و نوه‌هاش برگرده؟ لطفا نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو سرچ بکنید و روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریش رو فشار بدید. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه باشید. تا لحظاتی دیگر با خبرهای جدید در خدمت شما عزیزان هستید. و لطفا لینک این ویدیو رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان، سوئیس، دانمارک و انگلیس و فرانسه و نروژ و سایر کشورها و شهرهای مختلفشون لطفا شیر کنید. ممنون. تا یک ویدیو دیگه شب و روز بر شما عزیزان خوش.